بعد از بیرون دادن فایل صوتی منتظری خیلی چیزا رو شد. منتظری توی جمله از آخرین نامه‌ای که به خمینی نوشته بود همه ی حرفو زد. توی بند دوم میگه این گونه قتل عام بدون محاکمه، اون هم نسبت به زندانی و اسیر، به نفع اسیرش اون نمیشه، قطعا در دراز مدت به نفع اونها و دنیا ما رو محکوم میکنه و آنان را بیشتر به مبارزه مسلحانه تشویق میکنه. مبارزه با فکر و ایده از طریق کشتن برات. تو همین 40 کلمه 4 خصلت این جنایت رو خوب نشون میده: قتل عام، بدون محاکمه، اسیرکشی، اعدام عقیده. عبارت قتل عام اولین بار توسط منتظری بیان شد. صدای ضربه های مرس می آمد. خواهری سوال کرد: برادر دارن چی کار میکنن؟ گفتم قتل عام. نکته دومی که هیچ محاکمه‌ای در کار نبود. آخه دادگاهی نبود. هیئت مرگ دنبال شکار سر موزه بود. ببینن واقعا با طرف صحبت کنن، ببینن با سر موزه هست یا نیست. سر موزه اسمشون گفتن سر موزه. گزارش عفو بین الملل: این هیئت‌ها که بازماندگان با عنوان هیئت‌های مرگ از آنها یاد می‌کنند، شباهتی به دادگاه نداشت و روال کار آنها چنان عجولانه و خودسرانه بود که نمی‌شد آن را یک فرایند قضایی دانست. نکته سوم تاکید روی اسیرکشیه. رسما میگه شما اسیرای خودتون رو کشتید، کاری که یزید هم نکرد. این گونه قتل عام بدون محاکمه، اون هم نسبت به زندانی و اسیرش اون نمیشه. نکته چهارم تاکید روی مبارزه با فکر از طریق کشتن که موجب ترویج فکر و تشویق مبارزه میشه. مبارزه با فکر و ایده از طریق کشتن قرار. دشمن میخواد ما از سوابق خودمون اظهار پشیمانی بکنیم؟ نه، ما باید افتخار بکنیم. حتی شمرم اونقدر دریده نبود.